میخوام در رابطه رگرسیون صحبت بکنیم. گوش میکنید یا نه؟ در رابطه رگرسیون میخوام صحبت بکنیم. میخوام ببینیم روی داده ها آیا ما میتونیم یه خط رو بندازیم، میتونیم یه نمودار فیت بکنیم روش یا نه. میخوام اینو با هم دیگه صحبت بکنم، ببینیم آیا چنین چیزی امکان پذیر هستش یا نه. یعنی فرض کنیم داده هامون چجوریه؟ داده هامون مثلا همین شکلی هستش. خب داده که اینجا شم اسکت پلات اینا رو میخوام بکشم، میخوام اسکت پلات بکنم. فرض کنیم یه چنین داده دارم، میخوام ببینم اینجا پیشبینیمون چجوریه. اینجا مثلا من حدس میزنم یه خط این شکلی دارم، میخوام اون خطه رو چکا بکنم، میخوام اون خطه رو اصطلاحا به دست بیارم، میخوام اون خطه رو به دست بیارم، اون خطه چه شکلی میشه. حالا نه، رگرسیون وقتی میگیم، رگرسیون نمودار، رگرسیون یه تابع پولونومیال به ما میده. یه تابع چی میده؟ پولونومیال. پولونومیال یعنی چی؟ یعنی این شکلی خواهد بود رگرسیون. یعنی فرمولی که داریم به دست میاریم چیه اون؟ خب MS Paint توی رگرسیون یه چنین چیزی داریم، Y مساویه AN X به توان N به علاوه A N منهای 1 X به توان چی؟ N منهای 1 همینجوری به علاوه AX به علاوه B. خب اگر اینجا N ما حد اکثر 1 باشه یه خط خواهیم داشت. اگر N من حد اکثر 1 باشه میشه AX به علاوه B. حد اکثر چی دارم؟ یه خط دارم. اگر N هم 2 باشه حد اکثر یه سهمی دارم. اگر N هم 3 باشه شکل هر چقدر این N مون بیشتر باشه نمودار خطمون میتونه چی باشه؟ پیشرفته تر باشه. از یه طرف ممکنه یه بدیهایی هم برامون چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. خب من میام چی میگم؟ میگم سلاپ اینترسپت آر پی استیدی ایرور استیتس دات میگم الان داستان اینا چیه. فرام سایپا لاینر رگرسیون میگم یه تابع تعریف میکنم، میگم دفه مای دفه مای فانکشنه. میخوام نمودارش رو حذف کنم، اون تابع رو میخوام حذف کنم. ریتن بکن اسلاپ زب داره ایکس بله به اینترسپت. میام میگم مای مدل لیست مپ x my function plt dot scatter سگره
PLT dot plotter. فیلم متوجه شد اینو اچه متوجه شدین یا نه؟ این نگاه کنین چی متوجه میشین از این؟ ببینید ما این اسکت پلات رو داشتیم، درسته؟ این نقاط رو داشتیم. نه اینجوری نیست. ببینید من یه میدونید چجوری خط میکشه اینجا رو میبینید یا نه؟ من چند تا نقطه دارم؟ 13 تا نقطه دارم. خب 13 تا نقطه دارم. این 13 تا نقطه پراکندگیش اینجوریه. این میاد چه خطی رو به دست میاره؟ خط رو کی به اون به دست میاره؟ خط رو لاین رگرشن از سایپای داره به هم میده، از استیتس. چی؟ استیتس سایپا. این لاینر رگرشن چی داره بهم میده؟ این یه معادله خط داره بهم میده. معادله خط چیه؟ آیکس به علاوه ب. لینیر رگرشنه. معادله خط چیه؟ معادله خط یه آیکس به علاوه. فقط این یه تیکه است. آ میشه شیب، ب میشه چی؟ عرض از مبدأ. به آ میگیم شیب، به ب میگیم چی؟ عرض از مبدأ. پس وقتی من می‌نویسم اینتر لاینر رگرشن ایکس و ایگرگ بهم یه شیب میده. با چه میده؟ با یه عرض از مبدأ. اینو اصلا فلان کاری با اینو نداریم، اصلا فکر کن کاری با اینو چیه؟ سختش نکنه ملکی. خب حالا فکر میکنید اون مقادیری که داره به همون داره میده، گوش میکنی یا نه؟ این خطی که داره میده، این چجوری خط رو میاد فیت میکنه روی نقاط؟ خط روی نقاط چجوری فیت میکنه؟ میتونیم بگین؟ نه ببین چرا خط اصلا اینجا انداخت؟ مثلا چرا خط این شکلی نکشی؟ چجوری خط رو پیدا میکنه این استیت لاین رگرشن؟ نه اصلا نگاه کن، این خط لزوم نداره که از این نقاط رد بشه، ولی شما باشین چه خط رو انتخاب میکنی؟ چه خط رو انتخاب میکنی؟ چه خط رو انتخاب میکنی؟ بگین بچه های آنلاین، شما بگین، شما باشین چه خط رو انتخاب میکنی؟ محسن نیستش، رفته ها؟ محسن فرار کرده کنم، ساعتش زنگ زد رفت پلاتش رو باز کرد. پس دنبال چه خطی هستیم؟ گوش کن، پس دنبال چه خطی هستیم؟ خطی هستیم که اگر من از این نقاط به این خط عمود رسم بکنم، دنبال خطی هستیم که اگه از این نقاط من به این خط چکا بکنم، عمود رسم بکنم، این فاصله های اقلیدوسی رو چکا بکنم، جمع بکنم، فاصله ها رو حساب بکنم، اون فاصله کمترین فاصله ممکن بشه. یعنی میاد خطی رو پیدا میکنه، آیت بله به بی رو پیدا میکنه که فاصله این خط با این نقاط که وجود داره چیه؟ به کمترین فاصله ممکن برسه.
اون آ و ب رو به این صورت چکار میکنه؟ به این صورت به دست میاره. خب آ میشه اسلاب، آ میشه چی؟ این ایکسش یه مشکلی، اون نمودار خط شما از هر از هر اندازه، مثلا من اینجا به اون پلاتو گفتم ایکس، ممکنه به پلاتو چی بگم؟ بگم آقا از منهای مثلا، بیام بهش بگم از مثلا از صفر برای من بکش لیست رنج مثلا از صفر بکش تا 100. ببین اون چیزی که داره پلات داره میکنه برام بر مبنای مای مدل. حتی ندیه این مای مدل ایکس رو داره میگیره، این هم ایکس رو هم، یعنی ایکس رو بگم این باشه بله دست شما دارم بری. نه نه خواهش میکنم دستون در نکنم. رو بسلام ایراد نه. نه ما خب کلاس هم تا دو بوده، حالا ما یه نیم ساعت میمونیم بعد نیم ساعت میریم. سمون تغییر پیدا کرده. خب نیا کن این چیزی که پرسیدی گفته چرا اون ایکس چیزیه که من دارم میگم آقا مثلا بین 0 تا 100 اون داده‌ها پراکنده داده‌ها اینجا بوده درسته، ولی نمودار خطی که به دست آوردم اینه. خب چرا تا صده؟ مثلا صفر تا صد وظیفه داره بره. نه من الان گفتم تا صد برو. خب به داده هایی که ما مشاهده کردیم این بوده، دیدیم اگه x 5 بوده y‌مون شده 99. مثلا x چیه؟ x چه میدونم مقدار رطوبت، y چیه؟ دماست. خب رطوبت مثلا هوا 7% دما شده 86 مثلا فارنهایت، مثال داره میگم این شده 6 دما شده 86. خب حالا من گفتم اگه فقط ایگرگ من به ایکس ربط داشته باشه و معادلم احتمالا خطی باشه، میام با لاین رگرسه اینو چکار میکنم؟ اینو حدس میزنم. حالا من مجموع داده که بهش دادم بین چند تا چند داده دادم؟ بین 0 تا بین 0 تا 100 بهش داده دادم. بین 0 تا 100 که بهش داده دادم، این نموداری که اومده برای من رسم کرده چه نمودار رسم کرده؟ این آبیه که خط صافه. این درست وظیفش اینه که این همون حدس است. این شیب شیبش نیا کن اسلاب ببینیم چنده. اصلا کاری با میانگینی نداره. نه اسلاب شیبش چقدره؟ اینم عرض از مبلشه 103. الان یه مجموع داده که اون دیتا کلینینگ کردین
یه دونه لاینر رگرسیون اونجا هم بگیرین به عنوان تمرین. یه دونه لاینر رگرسیون بگیرین. خب گفتیم مثل داده بگیرین، دیتا کلینینگ انجام بدین، درست یا نه؟ اونجا شما یه ستون داری، یه ستون برانی، یه ستون یه داری نگاه میکنی. الان یا خونه؟ نه خونه دیگه، برای خونه. برای خونه یه دونه لاینر رگرسیون بگیرین. میانگینو مودو مدیانو چارکاش هم حساب بکنی. خب بعد دیستریبیوشنش هم رست بکنی، یعنی یه هیستوگرام رست بکنید با چی؟ با دیستریبیوشن. توضیح داده هم به دست بیاریم تو مجموع داده ای که گفته بودم انجام بدیم. همین کارا رو با همون مجموع داده خودتون این کار رو انجام بدیم. آره دیگه، اصلا وقتی اسکت پلات و هیستوگرام انجام میدیم با مت پلات لیب داره کار میکنه. نه بحث سینوسی باید ببینه دادا چه شکلیه. حساب نیست؟ چی؟ باز چی پیگیره؟ دلش گیره دیگه استاد. ایرانسه؟ پولشو میخواد. قبضشو پرداخت نکردم دو روزه. آها قبض میدی؟ یه روز دو روزه پرداخت نکردم. قبض دارم از پرداخت الان بچه ها یه لحظه نگاه کنی. من یه نمودار الان به دست آوردم. حالا ایکس رو من این اعداد نمیگیرم. ایکس رو این اعداد چیه؟ نمیگیرم. میام چیکار میکنم؟ میخوام ببینم چقدر نمودارم درست فیت شده. میخوام ببینم این معادله که فیت کردم چقدر درست هستش. نه ببینید، میام چیکار میکنم؟ میام میگم آقا نسبت به نقاطی که داشتیم چقدر فیت شده؟ فرض کنید یک سیگره میگیرم به این صورت باشه. درسته؟ اون یه دونه 800ه، اون 800 خراب کرد. او 800 اینه؟ اینو نگاه کنید بچه ها، میبینید اینجا رو؟ الان داده های ما پراکنده است. داده همون چیه؟ یعنی مثل اون قبلی داده هایی نداریم که توی یه الگویی داشتم. الان داده همون یه مقدار پراکنده استش. چون داده همون پراکنده استش، مثلا یه خطی آورده اینجا انداخته، مطمئنن بهترین خطی که میتونست رسم بکنه رو رسم کرده. خب؟ ولی میخوام ببینیم این خطه چقدر میتونه این الگو رو درست پیشبینی بکنه و پیشبینی که این از الگو داره به چه صورتی هستش. بیشترین دقتی که میتونیم با یه خط داشته باشیم
میخوام اون ریلیشن رو چیکار بکنم؟ میخوام اون ریلیشن اصطلاحا به دست بیارم. اون ریلیشن چی میشه؟ من میام اینجا آر رو چاپ میکنم. ببینید شد اسلاب اینترسپ، بعدی چیه؟ بعدی آر هستش. میام چی برام چاپ کن؟ بیا برام پرینت بکن آر رو. یکی تو این حالت پرینت میکنم، آر چند شده؟ منهای 32 صدم. یکی توی کدوم حالت آر رو به دست میارم؟ توی این حالت آر رو به دست میارم. الان چند شده؟ یعنی که این صحتش بیشتر. خب اون منهای 75 صدم یعنی چی؟ آر داره ریلیشنشیپ رو داره نشون میده که چقدر این ایگرگا به ایکس چیه وابستگی دارن. توی دومیه خب چون وابستگی شیبش منفیه دیگه، خب یعنی ایکس هر چقدر افزایش پیدا میکنه ایگرگ به اندازه منفی 75 سالم چیه داره میاد پایین. توی یکی منه 32 مثلا ریلیشنشیپی که داره منفی 32 سالمه. خب اگر هرچی آره به صفر نزدیک باشه، حالا چه یه عدد آر بینه یه عدد منهای یک تا یکه، اگه مثلا منهای یک باشه خب به آره معنیش اینه. مثلا فرض کنید من مثلا من میام به شما میام بچه مثلا دلار گرون میشه، آره صحبت منم یکه، وقتی من میگم آر چیز میشه دلار گرون میشه، شما چی پیش بینی میکنیم؟ یه دلار حتما گرون میشه. یه وقت مثلا من مثلا روزنامه کیهانه یا همون تلویزیونه میام که دلار چیه؟ میخواد ارزون بشه. شما باز یه اینفورمیشن داری، چرا؟ چون ضرب داره منهای یک میکنه، میگه این که چیز داره، میگه برعکسشه. یه وقت نه آره صفر، این همون روزنامه همشهریه، خب فقط به درد شیشه پاک کردن میخوره. خب یعنی نمیتونی باش قیمت دلار رو بفهمی، نمیتونی قیمت طلا رو متوجه شی، فقط بهش دردی نمیخوره. تبلیغاتیه. تحلیلگر بزرگ مالی مروجی به قرآن چاپ میکنن. جدی میگی دنیا؟ من ساده ساده یه مدت دنیا اقتصاد قدیم و الان نه، مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش میخوندم ببینم چی میشه. تحلیل برعکس انجام میدن. اصلا کیف میکنن از تحریم و چیز میکنن دیگه، پامپودام میکنن برای تو گوش نظارت میکنن. پامپودام یعنی چی؟ پامپودام یعنی کاری که ایلان مده تمامش بکنن. من به جای اینکه بخوام رگرسیون معادله خط بخوام به دست بیارم، میتونم یه معادله چند جملهی به دست بیارم. میتونم چی به دست بیارم؟ این اسلاب شیبه. اسمه نه نیا کن، این تابه 1 2 3 4 5 خروجی داره برمیگردونه. شیب عرض از مبدا آرک ریلیشن بود. در مورد پی و استدی ارور هم صحبت نکردم، فلان بمونه. خب الان میخوام چی بگم؟ میخوام بگم به جای اینکه یه دونه معادله خط آیکس بلاوه بداشته باشیم، ممکنه یه چند جمله داشته باشیم. ممکنه چی داشته باشیم؟ یه چند جمله. چجوری ممکنه چند جمله داشته باشم؟ میام میگم که مای مدل مساویه نامپای دات پولی np dot polyfit x و y و c.
بعد میام میگم مای لاینه مای لاینه مساویه np dot line space از 1 تا 22 100 تا بعد plt dot scatter x و y plt dot plot my line my model my line plt dot الان ببینید چی شد. اونجا یه خط بود. الان چه طرحی که یه معادله درجه 3 یه معادله درجه 3 رو سعی کرد فکر بکنید بشه. خب یه معادله اینجوری، ولی کلشه که ما چاپ نکردیم که. ببینید که مثلا من میام میگم که میام میگم my line از من های ساعت ببین معادله درجه چنده اینجا نیا کنم. خب من این چیکار کردم؟ اون میدونه قبلی چی بود؟ اون قبلی همین بود. اون تو ما پای فیل رو دیدیم اینجا به ما اینجا بودیم این کل فیله فیل مصنعی معنوی رو شنیدین دیگه. بله این همونه. من گفتم از منهای 100 تا چند، ببین من گفتم از چند تا چند رو بهم بده توی مای لاین نموداری که برام بکشه از منهای 100 تا چنده 220 هزار تا نقطه بهم بده این نمودارش بکش. خب داده های من در اصل ایناست. چی که من پیشبینی کردم اینه. چی که من پیشبینی کردم چیه؟ این هستش. خب که توی قبلی گفته بودیم از چند تا چند رو بهم نشون بده از 1 تا 22 100 تا عدد. خب که ما به صورت چی داریم میبینیم؟ به صورت اون وسطش اون y مساوی x به توان 3 اینجوری ممکنه داشته باشه. یعنی همین الان بکنیمش 200 این شروع کنه ادامه دادن. اون آره ادامه داد. من اونو محدودش رو جابجا کردم. خب اینجا من گفتم حد اکثر 3، یعنی این پولینومیالی که داره برامون به دست میاره معادله درجه چنده؟ 3. اینجا چند تا نقطه دارم من؟ 13 تا. وقتی 13 تا نقطه داریم حد اکثر درجه چند میتونیم معادله خط داشته باشیم؟ 12. اگه 2 تا نقطه داشته باشیم حد اکثر درجه 1. اگه 1 نقطه داشته باشیم درجه 0. اگه 3 تا نقطه داشته باشیم حد اکثر درجه 2. اگه 13 تا نقطه داشته باشیم من حد اکثر میتونم اون رگرسیونی که میتونم بزنم حد اکثر درجه 12 خواهد بود. چی شد؟ قسم خورد که از همه نقطه ها رد بشه.
این اتفاق افتاد دیگه. شد آ x به توان 12 به علاوه مثلا ب x به توان 11 به علاوه c ضرب x به توان 10 تا به علاوه. اون وقت این ضرب آ تا اون چیز رو همه رو به دست آورد. منتها اینجا نوشته پولیفید میبی پولی، یعنی میگه که میگه ممکنه چی بشه؟ ممکنه اوورفیت بشه. یعنی که ببین مثلا نوشته شاید پولیفید خوب شرط گذاری نشده. ببین میدونی داستان چیه؟ اوورفیت معنیش اینه مثلا من بچه که میگم با برنامه سیمان یاد میگه مثلا فلان تخصص دیگر میریم با یه استاد دیگه بگیریم. چرا؟ که زبان دو نفرش نمیشه. چون روی داده های آموزشی من لرنینگ شما اوورفیت میشه. معیارتون من میشم. درسته که معیار من نیستم که. مثلا من میگم آقا فقط روزنامه کیهان نخون. فقط روزنامه اطلاعات نخون. اوورفیت نشی روی نه. مثلا فیلم های یه نفر فقط نگاه نکن. ما به میگیم اورفیت شدن. طرف مثلا میاد تسته قلمچی رو میزنه رتبش هم یک میشه، هم آخر سال رتبش یک میشه، ماشین لرنینگش رو قلمچی یک میشه. بعد میاد کنکور سراسری مثلا میده افه مثلا رتبش مثلا 500 میشه 400. درسته که اگه به جای قلمچی مثلا ما دو سه تا آزمون دیگه هم داده بود و اگه بین همه اونا یک بود، اون وقت من گفتم تو آزمون سراسری حتما چند میشه؟ یک میشه یا دو رقم میشه یا مثلا یک رقم میشه. ها ما وقتی اینجا میگیم 10 تا نقطه داریم، اینا سمپلایی هست که ما دیدیم دیگه، درسته؟ لزوما که همه دادای نیست. من میگم آقا 10 تا است، پس من یه معادله درجه 9 بهش میدم، ولی لزوما که درجه 9 نبوده، شاید همون درجه 3 بوده، شاید همون درجه 4 بوده، درسته؟ میشه. خب این تا همینجا باشه.